این مجموعه برنامه رو من اختصاص دادم به موضوع خط قرمزها و منطقه های ممنوعی که روحانیت شیعه در جامعه ایران خلق کرده و خب بسیاری از مردم هم متاسفانه این منطقه های ممنوعه یا خط قرمزها رو رعایت میکنند. در سه برنامه گذشته به وجوهی از این موضوع پرداختم. یک بخشش در مورد نهادها بود که بحث کردم از اینکه بسیاری از مردم شاید این جرأت رو به خودشون ندن که بسیاری از نهادهایی رو که زائد هست یا مضر هست اینها رو کلا انکار کنن، مثل نهاد ولایت فقیه، سپاه، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه انقلاب، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت. اینا همه نهادهایی هستن که نبودشون اولا هیچ ضرری به جامعه ایران نمیزنه و ثانیا بسیاری از منابع کشور هم صرفه جویی میشه اگر این نهادها منحل بشن. در برنامه دوم بحثم در مورد مسئله احترام بود، احترام هایی که مثل احترام به روزداران یا احترام به حجاب توسط افرادی که به اینها اعتقاد ندارن، که عرض کردم خدمتتون که اینها نوعی بی احترامی به خود هست و متاسفانه در جامعه ایران برخی، من بحثم بی احترامی نیست، تا بحثم احترامات زیادی است، مثل اینکه زنی که به حجاب اعتقاد نداره جلوی مردی که ظاهرا باورمند هست حجاب بپوشه، این در واقع بی احترامی به خود هست. احترامی به اون فرد ممکنه ادعا بشه که به احترام به اون فرد هست، ولی واقعش اینه که احترام به خود، بی احترامی به خود هست. در برنامه سوم بحث من در مورد برخی از باورهای دینی بود که در این اینکه این باورها هیچ پایه و اساسی نداره، مثل وجود باور به وجود امام زمان، بسیاری این باورهای توهی و غیر تاریخی رو به دلیل اینکه حالا جزء امور مقدس هست اینها رو انکار نمی کنند، گرچه اعتقادی هم ندارند. توضیح دادم که ما اصولا در تاریخ وجودی به اسم امام زمان نداشتیم، امام حسن عسکری اصولا فرزندی نداشته و اینها برساخته های روحانیت شیعه هست برای درست کردن امام غائب و نیابت امام زمان، جزئی بخشی از کسب و کار نهاد دینی است، ربطی به عالم واقع نداره. در این برنامه بحث من در مورد تمدن اسلامی است. یک پدیده‌ای رو خلق کردن، یک داستانی رو ساختن به اسم تمدن اسلامی و این رو به بخشی از مسلمانان می‌فروشند برای اینکه برای اونها غرور ایجاد کنند، غروری که هیچ مبنایی نداره و کاملا بی اساس و توهی هست. صحبت من اینه در این برنامه این هست که علی‌رغم اون چیزی که شاید دهها نه فقط روحانیون بلکه بخشی از روشنفکران مذهبی یا بخشی از حتی روشنفکران سکولار این ادعا رو مطرح کردن که تمدن اسلامی وجود داشته و از این عنوان استفاده میکنند، بحث من است که اصولا چنین پدیده‌ای در عالم خارج تحقق پیدا نکرده و این یک در واقع برساخته عجیب و غریبی است و توضیح میدم که این چرا برساخته عجیب و غریبی است. نکته‌ای که این در واقع بحث رو به مجموعه بحث‌های ما مرتبط می‌کنه، عدم جرأت و عدم شجاعت بسیاری از افراد که چنین پدیده‌ای رو انکار کنند، در این اینکه چنین پدیده‌ای اصولا محقق نشده در طول تاریخ، جزء منطقه‌های ممنوعه است که افراد به خودشون اجازه نمیدن اون رو نفی کنن، مثل هنر اسلامی. ما اصلا هنر اسلامی نداریم، یا مثلا مثل اقتصاد اسلامی، فلسفه اسلامی، هیچ کدوم از اینها قید اسلامی بر نمیداره. اینها ساخته و پرداخته ایدئولوژی اسلامی و بعضا برخی از شرق شناسان هست که حالا توضیح میدم که این عنوان چطور ساخته شده. این عنوان عناوینی مثل تمدن اسلامی یا هنر اسلامی یا فلسفه اسلامی، اینها عناوینی هستند که ابتداعاً شرق شناسان اینا رو خلق کردن. برای اینها اون اسم و عنوانی نمیتوانستن بگذارن غیر از اینکه اینها رو به عالم اسلام ربط بدن. ما چیزی به اسم فلسفه است، فلسفه اسلامی و غیر اسلامی نداره.
اخلاق اخلاق است، اخلاق اسلامی و اخلاق غیر اسلامی ما نداریم. اینا در واقع برساخته های توهی و بیمغزی است که بخشی از شرقشناسان در یک دوره درست کردن و بعد هم کسانی که میخواستن ایدئولوژی اسلامی بسازن خواستن همه چیز رو اسلامی کنند و بگن ما به هیچ جای دیگه احتیاج نداریم، از این عناوین استفاده کردند. همونطور که عرض کردم این عنوان تمدن اسلامی رو ابتداعاً خاورشناسان درست کردند. به مجموعه ای از نهادها و تأسیسات تمدنی که در منطقه خاورمیانه شکل گرفته در طول حدود مثلا 2000 سال اینها برش از بالاخص از 1400 سال به این طرف اینها برای اینکه یک اسم کلی بر همه اینها بگذارن، مثلا اگر موزه‌ای هست همه آثار مربوط به اون منطقه رو در یک جا قرار بدن، عنوان رو گذاشتن عنوان اسلامی، تمدن اسلامی، میراث اسلامی یا هنر اسلامی. این عنوان اصولا غلط هست، هیچ کمکی به فهم رویدادها نمی‌کنه، هیچ کمکی به فهم عالم واقع هم نمی‌کنه. اگر اسلام منظور پدیده‌ای باشه که پیامبر اسلام در شهر مدینه و بعد هم در مکه، در مکه و بعد هم در مدینه و ادامهش در مکه ادعاش رو کرده، این اصولا هیچ بویی از یعنی اصولا مبتنی بر هیچ تمدنی نبوده. یه فردی ادعا کرده که از عالم غیب به او پیام‌هایی میرسه و این پیام‌ها رو عرضه کرده. این هیچ ربطی به تمدن نداره. تمدن عبارت هست از مجموعه ای از تأسیسات و نهادها که در واقع مبتنی است بر پیشرفت علمی و فنی و تکنولوژی بشر. این مجموعه هست که تمدن رو می سازه. مثلا شکل دادن به بیمارستان، دانشگاه، فرودگاه، راه‌های ارتباطی، نظام ارتباطی مثلا تلفن، امروز اینترنت، مراکز تحقیقاتی، این هاست که یا مراکز تجاری مثل بازار، اینها مجموعه ایست که یک تمدن رو شکل میده. ما در مکه و مدینه در دوران پیامبر اسلام اصولا چنین چیزهایی رو نمیبینیم، شاهدش نیستیم. یعنی از ابتدا دینی که به عنوان اسلام به جامعه بشری عرضه شده، ابتداعا به اون دو شهر مدینه و مکه عرضه شده، اصولا نه ادعای تمدن داشته نه اصلا واجد چنین چیزی بوده. آنچه که بعداً از قرون سوم چهارم هجری تا قرن هفتم هشتم در کشورهایی که بعداً مسلمان‌ها میان و اینها رو اشغال می‌کنن شکل می‌گیره، اینها دنباله‌های تمدن رومی و تمدن ایرانی است. ایرانی‌ها دارای تمدن بودند، دارای دانشگاه بودند، حتی قبل از اینکه مسلمان‌ها بریزن و ایران رو اشغال کنن، یا بخشی از تمدن رومی مثلا در سوریه امروز، اینها دارای تمدن بودند، دارای تأسیسات تمدنی بودند، دارای بازارهای سرپوشیده بودند، دارای صنایع دستی بودند، دارای بیمارستان بودند، دانشگاه بودند که حالا در اون دوره اسمای دیگه‌ای برشون استفاده می‌شد. اینها اون چه که ما شاهد رونقش هستیم از دوره عباسیان به بعد، اینها دنباله تمدن ایرانی و دنباله تمدن رومی است و آثار و مابقی هم که برش هست در بخشی از میراث فرهنگی این کشورهایی که الان هستن مثل ایران یا اردن یا ترکیه، مصر، اینها همه دنباله های تمدن هایی است که در یک دوره در این کشورها وجود داشته. مثلا اهرام مصر واقعا چه ربطی به تمدن اسلامی داره؟ بسیاری از مساجد رو من در یکی از همین برنامه ها خدمتون توضیح دادم به تفصیل که مساجد جامعی که امروز در ایران وجود داره اینها همه آتشکده بوده، این بخشی از تمدن ایرانی بوده. بعد اومدن این مساجد رو، الان بسیاری از مردم تصور میکنن که این گنبد و این شکل مساجدی که امروز در ایران وجود داره اینا از ابتدا ساخته و پرداخته دست مسلمان ها بوده. چنین چیزی نبوده، اینها آتشکده بوده و بعد مسلمان‌ها اومدن اینا رو اشغال کردن، اون بخشایی که اون جایی رو که آتش رو زنده نگه می‌داشتن اون رو از بین بردن و درش یک جایی به اسم محراب درست کردن. اون بناش بنای مسجد نبوده، یا برخی از مساجد در
ترکیه مثل مسجد ایا صوفیا، این در واقع کلیسا بوده. بعد اینا رفتن اشغال کردن، روی اون بخشایش که عکس حضرت مسیح بوده با گچ پوشاندند، که البته شما اگر برید به موزه ایا صوفیا امروز نگاه بکنید این گچ ها رو برداشتن، مشخص است که اینجا کلیسا بوده. اصلا بناش بنای کلیسایی است، بنایی نیست که مسلمان ها بتونن ادعا داشته باشن که این رو مثلا این معماری اون منطقه هست، معماری رومی هست و خب این منطقه در تحت سلطه و نفوذ رومیان بوده. به بخشای دیگرش هم اگر رجوع بکنید، ریاضیات اسلامی و غیر اسلامی نداره، یا علومی هم اگر در کشورهای مثل ایران یا نقاط دیگر دنیا دوره‌ای که به زور مردم رو مسلمان می‌کردند شکل گرفته، اینها ربطی به اسلام نداره. مسلمان مگر غذایی که می‌خوره، آبگوشت یا نمی‌دونم پیتزایی که می‌خوره، با اینکه مسلمان اینها رو بخوره اون غذاها اسلامی میشن؟ اونها غذاهای بشری هستن، همچنان که ریاضیات و علم فیزیک و علم نور و علم منطق و اینها یا ادبیات، اینها پدیده های بشری هستند. عنوان اسلامی روشون گذاشتن هیچ مبنا و پایه‌ای نداره. گفتم غیر از این دو نکته، یک اینکه خاورشناسان برای مقوله بندی اشیایی که یا چیزایی رو که از اون منطقه به دست می آوردن برای اینکه اینو مقوله بندی کنن، همه اینها رو تحت یه مقوله اسلامی قرار میدن که خیال خودشون راحت کنن، در برابر مثلا اونچه که در یونان بود یا در روم بود یا از کشورهای دیگر اینها می آمد. بیشتر عنوان طبقه بندی است، محتوا نداره، یه عنوان کلی است که چیزی رو هم روشن نمی کنه. چون در همین منطقه‌ای که منطقه خاورمیانه ای که کشورهای مختلف امروز هستند، اقوام، گروه‌ها، ملت‌های مختلف بودن، اینها کاملا با هم متفاوتن و سرهم کردن اینها، مصر کاملا متفاوته با ایران هست، همه چیش متفاوته، زبانش، نمیدونم تاریخش، معماریش، ادبیاتش کاملا متفاوته، اینا از یک جنس نیستن. شما نمیتوانید اینها رو در یک مقوله قرار بدید و یه دونه برچسب اسلامی بهش بزنید. یکی همین داستان مقوله بندی بوده و دوم هم افتخارات بیهوده برای یه عده‌ای که فکر کنن در تاریخ اینها سهم قابل توجهی داشتن. مسلمان ها اگر سهمی در تاریخ بشر دارند، واقعا آن چیزیست که به عنوان اسلام در دنیا عرضه شده. یک بخشیش کلامیات، تازه الهیاتش هم بحث‌های مربوط به الهیاتی، اینا بحث‌های التقاطی است، بخشیش از فلسفه یونان گرفته شده، در واقع ظرفش ظرف فلسفه یونانی است، اینها درش برخی مواد و باورهای دینی رو درش ریختند، اون هم نه مسلمانان شبه جزیره عرب بلکه بسیاری از متکلمین ایرانی این کار رو انجام دادند و یک مجموعه های به اسم کلام اسلامی درست کردن، الهیات اسلامی درست کردن. در محدودهای دیگرش هم، یعنی در واقع اون چه که لب و اساس اسلام هست و این رو خیلی راحت میشه به مسلمان ها نسبت داد، شریعته که مجموعه است از مقررات هست برای قطع دست، یعنی در واقع نحوه و سبک زندگی قبایل عرب بوده در 1400 سال پیش. بخش هایش منسوخ شده به تدریج، بخش هایش هنوز روحانیون بهش اعتقاد دارن، این که دست ببرن، پا و دست قطع کنن، از کسی رو که همجنسگراست از بالای پشت بون پرتاب کنن، کارهایی که داعش کرد و جمهوری اسلامی کرده، سنگسار کنند، اینها اسلامه. یعنی اگر واقعا تمدن اسلامی قرار بوده، اینا اسمش از تمدن نیست، ولی آنچرا که اینها به عنوان تمدن اسلامی معرفی میکنن، اون شما وقتی که ریز بشید اون بخشای اضافیش رو بردارید، تنها چیزی که ازش میمونه شریعته. امروز مثلا در ایران ادعا میکنن سینمای اسلامی، سینما اسلامی و غیر اسلامی نداره، سینما یک هنره و افرادی ممکنه که درش برخی مزامین مذهبی رو درش بگذارن، یا افرادی که مذهبی هستن فیلم بسازن،
اینا هیچ کدام یک فیلم رو اسلامی نمیکنه یا غیر اسلامی نمیکنه. تئاتر، نقاشی، خطاطی، گرافیک، اینا اسلامی و غیر اسلامی نداره. اینها ادعاهای بی اساس و ادعاهای توهی است. در سالهای اول بعد از انقلاب ایران تلاشهایی شد برای اینکه همه علوم رو اسلامی کنن. یک آکادمی در قم تشکیل شد، یا آقای بود به اسم منیرالدین حسینی، ایشون تلاشش بر این بود که همه علوم رو از فیزیک و شیمی و بیولوژی و تمام اینها، زیست شناسی و اینها، همه این علوم رو اسلامی کنند. ما اسلامی کردنش تجربه بود که کاملا شکست خورد. اما در حوزه علوم انسانی خب آقای مصباح یه بودجه‌ای گرفت و دستگاهی درست کرد و تلاش کرد که جامعه شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، انسان شناسی اسلامی، اینا رو یه کتاب‌هایی هست تألیف شده و این کتاب‌ها هم توش غیر از این که بر آنچه که متفکران غربی نوشتند، اولش یک حالا بخشش چیزایی بوده که اینها میپسندیدن، مثلا نوشته‌های مارکسیستی بوده یا اگزیستانسیالیست بوده، اندیشه‌های تحلیلی، فلسفه تحلیلی، چون اینها خوششون نمیاد، چون فلسفه تحلیلی درش عقل و منطق به کار رفته و افراد قرار نیست که زیر بار کلیات بی حساب کتاب برن، اونها رو هیچ کدومش رو عنوان اسلامی نگذاشتن یا آیه‌ای براش پیدا نکردن بذارن اولش و بعد بگن اسلامیه. اما خب برخی از چیزهایی که به پسندشون آمده اینا رو در کنار هم گذاشتن، یک دو تا آیه هم از قرآن و دو تا حدیث هم پیدا کردن و به عنوان جامعه شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی اینا رو عرضه کردن. غیر از مجموعه ای از مهملات، غیر از مجموعه ای از خزعبلات، واقعا این تعبیر رو اینجاها خیلی خوب میشه به کار برد، غیر از اینها چیز دیگری نیست. البته خب کسایی که این کار رو کردن، یک بخشیش بر این بود که قدرت رو در دانشگاه ها به دست بگیرن، بگن ما دانشمندان علوم اسلامی هستیم، باید ما در این دانشگاه ها به کار گرفته بشیم. خب امروز هستند، شما از تمام اعضای فرماندهی بسیج تا فرماندهان سپاه تا روحانیون، اینا همه استاد دانشگاه در ایران میان در دانشگاه تدریس میکنن و خب یه عده‌ای متاسفانه میرن، فکر میکنن که این به این مدرکش میتوانند بنازند، میرن در این مراکز آموزش هایی رو میگیرند، در حالی که واقعا چیزی بلخص در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی چیزی به کسی یاد نمیدهند. این بیشتر تلاش هست برای مدرک گرفتن. این پروژه کاملا شکست خورده ای بوده، این بحث جامعه شناسی اسلامی یا اقتصاد اسلامی یا موضوعاتی از این قبیل، اینها به نظر من دروغ‌های کوچکی است در مجموعه اون دروغ بزرگتر که تمدنی به اسم اسلامی وجود داره که توش شما علم اسلامی دارید، فلسفه اسلامی دارید، علوم اسلامی دارید، فلسفه اسلامی دارید، هنر اسلامی دارید، معماری اسلامی دارید و چیزهایی از این قبیل رو همه رو در ذیل اون داستان تمدن اسلامی قرار میدن، در صورتی که اصل داستان به نظر من داستان توهی و بیمغزی است. ما علم اسلامی نداریم، علم اسلامی و غیر اسلامی نداره، اخلاق اسلامی و غیر اسلامی نداره، تمدن اسلامی و غیر اسلامی نداره. آنچه که اسلامگرایان امروز از تمدن اسلامی عرضه می کنند اصولا این پدیده رو غیر ممکن می کنه. حالا این من بحثای تاریخیش رو یا تجربیات مربوط به چند دهه گذشته در ایران رو خدمتتون عرض کردم. حالا بیاییم واقعا به زمان حاضر، ببینیم که واقعا چیست که اینها به عنوان تمدن اسلامی عرضه میکنن. اون چه که به عنوان تمدن اسلامی توسط اسلامگراهای شیعه و اسلامگراهای سنی عرضه میشه و همچنان روحانیون در هر دو طرف، اصولاً ناقض تمدن هست، اصولا توحش بیشتر تا تمدن، چون تمدن عبارت هست از مجموعه ای از نهادها، معذرت میخوام، و سازوکارها و فرایندها که نیروهای درونی و مخرب و حیوانی درون انسان رو مهار میکنه و بعد انسانها رو میبره به سمت اینکه آجری روی آجری بگذارند یا
یافته رو بر یافته دیگر قرار بدن. همینطوری تمدن بشری ساخته شده. آنچه که ما از علم و دانش امروز داریم اینها یک باره که پیدا نشده، که حاصل چند هزار سال یا تکنولوژی چند هزار سال تجربه و تلاش بشری بوده، اینها آجر با آجر ساخته شده تا برسیده به امروز. خب کار تمدن‌ها این است که با نهادهایی که دارن، با فرایندهایی که دارن، انسان‌ها رو درگیر می‌کنن که این تمدن رو شکوفاتر کنن، این تمدن رو بسازند، انسان‌ها رو مهار می‌کنند. اما آنچه که اسلام‌گرایان شیعه و اسلام‌گرایان سنی بالاخص در دو سه دهه اخیر انجام دادن، عمدتاً از سال 1979 به این طرف، 1957 از انقلاب ایران، در این بوده است که این نیروهای حیوانی، این نیروهای شر و این نیروهای مخرب رو اینا تلاششون بر این بوده که این نیروها رو آزاد کنن به جای اینکه مهار کنند. اینکه یک فردی بیاد مثلا با سوار کامیون بشه و در شهر نیس فرانسه با کامیون به درون مردم بره و 10 نفر رو در آن واحد از بین ببره، اسم این تمدن نیست، اسم این توحشه. اون مجموع آموزه هایی که چنین فردی رو آموزش داده که باید چنین تخریب هایی رو صورت بده، اون مجموعه اصولا مجموعه بوده است برای فراهم، یعنی برساختن توحش، نه برای برساختن تمدن. شما امروز به آموزه های روحانیون شیعه، روحانیون سنی، اسلامگراهای سنی، اسلامگراهای شیعی در جهان اسلام نگاه بکنید، عمده اون چه که اینها تبلیغ میکنن تنفر، خشونت، تاریکی، سیاهی و این قبیل امور هست. شما هیچ نقطه روشنی، هیچ چشمنداز روشنی در برای زندگی در این دنیا در سخنان اینها متاسفانه نمیتونید مشاهده کنید. جالب اینجاست که این گروه ها، چه اسلامگراهای سنی و شیعه و چه نهادهایی که از قدیم بودن مثل روحانیون شیعه و روحانیون سنی، اینها در پی برساختن دوباره آن چیزی است که قبلا توهمش رو داشتن. یعنی تصور میکنن که یک تمدن اسلامی بوده و اینها امروز میخواهند یا موظف هستند که اون تمدن رو دوباره بسازند. اونها میخوان تمدن اسلامی بسازن، اونها که واقعا میخوان تمدن اسلامی بسازند، این پدیده عجیب و غریبی رو که اصولا غیر ممکن هست در عالم، در واقع میخوان با تخریب هر آنچه رو هست تخریب کنند، هر آنچه رو که هست، نهادهای برساخته دست بشر رو، اینها رو از بین ببرند. شما ببینید در سالهای بعد از انقلاب ایران، وقتی که روحانیون بر ایران حاکم شدند، ببینید چه بر سر تأسیسات و نهادهای تمدنی در ایران اومده. اون چرا که عمدتاً در حدود 60-70 سال قبل از اون در دوران پهلوی ساخته و پرداخته شده بود، دانشگاه، مؤسسات تحقیقاتی، نهادهای دولتی، تمام اینها توسط روحانیون شیعه تخریب شده. شما به ظاهرش نگاه نکنید، این که میگن دانشگاه واقعا دانشگاه نیست. شما باید بیاید و به دانشگاه‌هایی که واقعا دانشگاه هست سری بزنید، به جایی که واقعا کتابخانه هست. کتابخانه جایی است که به شکل آزاد انواع و اقسام کتاب‌ها وجود داره درش برای فعالیت‌های تحقیقاتی. اما در ایران کتابدار ما به معنای واقعیش نداریم. حالا اگر کسانی هم هستن، در واقع شماره هایی رو پشت کتاب ها می نویسن، اما او که تعیین کننده است که چه کتاب هایی بیاد، او در واقع سانسور چیه؟ کارش اینه که بیا آقا این کتاب نیاد، اون کتاب بیاد، این نباید تو این کتاب خونه باشه، این کتاب ها نباید بیاد، این کتاب ها رو اینجا هاش رو خط بکشید، سیاه کنید که مردم نبینن. کتاب خونه نیست، یک مرکزی است در واقع مهندسی شده. تمام فرهنگ، تمام نهادهای فرهنگی در ایران نهادهایی هستند که در طول 4 دهه گذشته توسط روحانیون شیعه و اسلامگراها اینها مهندسی شده و تا حد ممکن از معنای خودش تویی شده. دانشگاه به معنای واقعیش
سینما به معنای واقعیش، که در واقع یعنی اینکه هنرمندان بدون سانسور، بدون محدودیت، با بودجه‌های بخش خصوصی فیلم بسازن، بتونن رقابت کنن با فیلم‌های خارجی، به سینما برن و فیلمی رو بسازن، در سینما بگذارن، مردم هم حالا دوست دارن برن، دوست ندارن برن. یه بازار عادی باید باشه. یا تعلیم و تربیت، اینکه همه چیز تعلیم و تربیت در دست دولت باشه، کتاب درسی بنویسن برای سراسر کشور. اینها سیستم‌های دیکتاتوری و سیستم‌های تمامیت‌خواه. معلم باید آزاد باشه آنچرا که میخواد درس بده. حالا به شکل به یه شکلی یک حداقل‌هایی رو برای او تعیین میکنند، برای اینکه در واقع سیستم استاندارد علمی یه حداقل‌هایی رو میگن، برای اینکه چه کتابی رو درس بده، از کجا شروع کنه، به کجا بره، اینها اختیارش با معلم هست. مدرسه اصلا در ایران تعلق به مردم نداره، مدرسه دولتی است. شما نمیتوانید در یک مدرسه در یک بعد از ظهری مثلا هر وقت خواستید به مدرسه سر بزنید، یا پدر مادرها دور هم جمع بشن در مدرسه با هم برنامه‌های خاصی رو داشته باشن، یا اینکه مقامات مسئول مدرسه رو، اداره کنندگان مدرسه رو، هیئت امنای مدرسه رو مردم انتخاب کنن. به مدرسه یه نهادی است، در واقع ابزار دست تبلیغات دولتی است، برای شستشوی مغزی است. اینا نهادهای تمدنی نیستن، اونجوری که در ایران شکل می‌گرفت در دوران پهلوی، اما اینها در واقع این نهادها رو تخریب کردن. کاری که امروز اسلامگراها دارن انجام میدن، چه اسلامگراهای شیعه و چه اسلامگراهای سنی، و اونها بیش از همه از این قیود اسلامی استفاده میکنن، روی کلمات و تعابیر میگذارند، عمدتا تخریب آنچه راست که بشر در طول چند هزار سال گذشته اینها رو شکل داده. ببینید واقعا چه بلایی رو داعش در عراق بر سر میراث تمدنی عراق آورده. ببینید چه بلایی رو جمهوری اسلامی بر سر میراث تمدنی ایران آورده. کافیست برید و نگاه بکنید، ببینید که بسیاری از بناهای تاریخی در حال تخریب، اشیا از موزه ها دزدیده میشه، بی توجهی میکنن به میراث فرهنگی و تاریخی ایران. بعد هم اگر قرار باشه افتخار کنن، میگه اینها تمدن اسلامیه. چطور در موقع تخریب و از بین بردن و دزدیدن اینها تمدن اسلامی نیست؟ جایگزینی هم، اون چرا که هم تخریب میکنن، جایگزینی هم براش وجود نداره. تمدن اسلامی اسلامگراها و روحانیون شیعه هیچ طرحی، حالا غیر از اون داستانهای مربوط به علم و فرهنگ و اینها، هیچ طرحی برای تأمین معیشت انسانها غیر از صدور نفت و واردات انبوه نداشته. شما ببینید اقتصاد ایران رو اینها چگونه اداره میکنن. نفت و گاز و محصولات معدنی رو به صادر خارج میکنن، به خارج صادر میکنن و بعد هم چیزهایی رو وارد میکنن، چون همشون بیزینسمن هستن، کاسبن. وارداتی صادرات چی هستن؟ طرح تمدن اسلامی اسلامگراها اون چرا که داره و روش هم آقای خامنه‌ای به شدت تاکید داره، با همین داستان انقلابی، مقاومت، اینا همش یعنی نظامی، یعنی نظامی امنیتی. اون چرا که اینها اسلامگراها به دنبالش بودند و هستند و به شدت در اون زمینه‌ها سرمایه گذاری میکنن، یا تلاش میکنن از غربی‌ها همه چی رو بگیرن، یاد بگیرن. دستگاه‌های شنودی اگر ساخته بشه، اولین بار اینا وارد میکنن جدید. تنها چیزی که اینها دارن، دارای طرح نظامی هستند برای بست حیطه قدرتشون در دنیا. و بعد هم وقتی که جایی رو میگیرن و اون آنچرا که ساخته شده و پرداخته شده اینها رو میخواهند، حالا یه بخشش رو عبه میبرن، یه بخشش هم تغییر چهره میدن تحت عنوان اسلامی. اگر کلیسا آتشکده است، اینها رو تحت عنوان اسلامی درست میکنن و به مردم عرضه میکنن، یا مردم رو مجبور میکنن که این واقعیات رو بپذیرن، در حالی که اولا نه چارچوبی اخلاقی برای سامان دادن به امور جامعه اینها عرضه کردند، نه نظام حقوقی ویژه‌ای عرضه کردند. شریعت نظام حقوقی نیست، شریعت یک مجموعه دستورات هست که بخش قابل توجهش منسوخ شده، کهنه است،
به جوامع ابتدایی و قبیلگی تعلق داره. نظام حقوقی نیست شریعت، قانون نیست، به عنوان قانون شریعت رو عرضه میکنن. آن چرا که اینها به عنوان تمدن اسلامی در واقع مدعیش هستن، نه نظام اخلاقی ویژه‌ای رو داره. اصولا اسلام نظام اخلاقی نداره، مثلا قرار هم نیست داشته باشه، چون ادیان دینن، نظام اخلاقی نیستن. نظام اخلاقی خاصی رو عرضه نمی کنند، نظام حقوقی ویژه‌ای رو عرضه نمی کنند و نه نظام عقلانی خاصی رو برای اداره جامعه دارند. شما نگاه بکنید به مجموعه سخنان آقای خامنه‌ای، سخنان آقای خمینی، که اینها در واقع رهنمودهایی بودند برای اینکه جامعه رو اداره کنند. غیر از مشتی بد و بیرا و ناسزا گفتن به غرب و از اون طرف هم هندوانه گذاشتن زیر بغل مردم ایران که شما بهترین هستید به دلیل اینکه از ما تبعیت میکنید، غیر از اینها چیز دیگه ای توش نیست، محتوای دیگری نداره. شما نظام عقلانی اداره جامعه رو نه در آموزه‌های فقهای پیشین میتونید پیدا کنید، نه در سخنان فقهای امروز. ما هیچ تمدن انسانی سراغ نداریم در طول تاریخ که فاقد یک نظام اخلاقی، نظام حقوقی و نظام عقلانی برای اداره جامعه باشه. بنابراین ادعای تمدن اسلامی در شرایط امروز توسط دولت‌ها و جنبش‌های مثل داعش، اخوان المسلمین، طالبان، جمهوری اسلامی، بوکو حرام، امروز ماشاءالله اسماشون خیلی هم زیاد شده در همه جای اون منطقه خاورمیانه، اینها مثل قارش در حال رویدن هستن، چون بازار خوبی دارن، کاسبی خوبی، قدرت رو میگیرن، نفت رو به خودشون اختصاص میدن و یه خوبی جماعتی رو هم سر کار میگذارن و ازشون تبعیت میکنن با باورها و عقاید مذهبی، کسب و کار بسیار پر رونقی هست. این آنچه را که اینها به عنوان تمدن اسلامی معرفی میکنن در واقع تمدن نیست، توحشه و توهیست از ابتداییات تمدنی که بخشش عرض کردم نهادهای علمی و در واقع خدماتی و تحقیقاتی است، بخشش هم نظامهای اخلاقی، نظامهای حقوقی و نظامهای عقلانی است برای اداره جامعه. خب این تمدن، این تمدن ادعای اسلامی واقعا در عالم خارج چه می کند؟ نگاه کنید به آنچرا که مقامات جمهوری اسلامی مدام به جامعه عرضه می کنند. بخشیش توجیه فجایع طبیعی و انسانی است با غضب الهی. مثلا آقای روحانی که تازه یه عده معتقدن که ایشون کاملا فرق داره با طرف مقابل، در نظر من تفاوت چندانی نداره، ایشون گرد و غبار در خوزستان رو با غضب الهی توضیح میده. مردم خوزستان مگر چه هیزم تری به بقیه مردم ایران یا بقیه مردم دنیا فروختن که باید مورد غضب الهی با گرد و غبار قرار بگیرند؟ خب این بلایای طبیعی رو چون برنامه‌ای برای مقابله باش ندارند، اینها رو توجیه میکنن با غضب الهی. نجات افراد رو هم اگر فرد زلزله بیاد یه 4 نفر نجات پیدا کنن یا کسی از ساختمون بیفته و از بین نره، این اتفاقات خیلی عادی در زندگی روزمره رو هم با معجزه الهی تو به شما توضیح میدن. و خب نتیجه اینها چیه؟ نتیجهش این است که ما باید امور رو به دست تقدیر الهی بسپاریم. اتفاقا خیلی روشن و صریح اینا رو میگن، یه عده‌ای نمیخواهن سخنان اینا رو بشنوند یا جدی بگیرن، برای خودشون میگن، میگن جامعه ایران رو امام زمان اداره میکنه. جامعه ایران رو امام زمان اداره میکنه یعنی که جامعه ایران اداره نمیشه. مگر میشه اگه امام زمانی امروز وجود داره که جامعه ایران رو اداره کنه؟ همه چیز رو به دست تقدیر الهی سپردن. یه پول نفتی میاد با هم تقسیم میکنن، به یه کسایی میدن، یه کسایی رو هم سرکوب میکنن، این میشه اداره جامعه. این کاریه که امروز اینا در ایران دارن انجام میدن. مثلا حالا با همین تصورات، با این داستان غضب الهی و معجزه و تقدیر الهی، خب چطور میشه مثلا مرگ و میر رو در جامعه ایران کاهش داد؟ مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی یا انواع و اقسام بیماری ها رو،
راهی وجود نداره. برای همین هم هست که همه چیز رو به دست تقدیر سپردند. در چنین شرایطی به نظر من، یعنی با چنین تصوراتی و با چنین دیدگاهی، اصولا تمدن غیر ممکنه. نه تنها تمدن غیر دینی تمدن دینی غیر ممکنه، بلکه اصولا تمدن غیر ممکنه اگر چنین تصوراتی وجود داشته باشه. نکته دوم این که تمدن اسلامی غیر ممکن هست، نه فقط تعبیر بلکه واقعیتش غیر ممکن هست. ببینید، اون چرا که اینها در آخر الزمان به جامعه بشری بشارت میدن این نیست که بشر همینطور میسازه، فکر میکنه، یافته‌های جدید داره، اکتشافات جدید داره، اختراعات جدید داره و زندگی بشر هر روز بهتر و بهتر میشه. اون چرا که در آخر الزمان به جامعه بشری اینها نوید میدن کشتار جمعی است. امام زمان اینها که قرار بیاد، قرار هست که میلیون‌ها یا صدها میلیون یا میلیاردها نفر رو از دم تیغ بگذراند تا پای اسبش خون در روی زمین بالا بیاد. شما چگونه در کجای عالم سراغ دارید که با کشتن، با تخریب تمدن موجود، با کشتن، کشتار جمعی انسان‌ها بشه تمدن تأسیس کرد؟ چنین چیزی تقریبا به نظر من غیر ممکن هست. در حوزه سیاست، اون چرا که اینها عرضه می کنند نظام چوپان و رمه‌ایه. مردم قراره که رمه باشن و رهبران مذهبی هم چوپان هستند. در کجای عالم با نظام چوپان و رمه‌ای تمدن میشه ساخت؟ مردمی که قرار هست که مثل گوسفند از رهبرانشون اطاعت بکنند، فکرشون رو تعطیل کنند، علمشون رو تعطیل کنند، اخلاقشون رو تعطیل کنند، روابط حقوقشون رو تعطیل کنند و همش رو در واقع خودشون رو به دست روحانیون و پاسدارای اونها بسپرند، این مردم چگونه میتوانند تمدن ساز باشند؟ سوال مهمتر از همه اینه که در طول چه 14 دهه گذشته واقعا در ایران چه اتفاقی افتاده؟ کدام نهاد، کدام مؤسسه تمدنی در ایران تأسیس شده؟ غیر از اینکه نهادهایی رو که قبلا بوده بخشش رو تخریب کردن، بخش هم یک عنوان اسلامی گذاشتن روش، یه عناوینش رو عوض کردن، اسما رو عوض کردن، خیابانهایی وجود داشته اسم این خیابانها رو از اسامی آیت الله و غیره روش گذاشتن. چه اتفاق دیگری در ایران افتاده؟ یک نکته دیگر در باب تمدن اسلامی، تمدن اسلامی جاییست برای تمدن به طور کلی، تمدن جاییست برای رشد و شکوفایی اندیشه ها و هنرها و آثار بشری، اما جمهوری اسلامی جاییست برای کشتن همه اینها با سانسور، با فیلترینگ، با از میان بردن، با ترور. شما ببینید چند کارتونیست در ایران تونسته به کار خودش ادامه بده، چند فیلمساز خوب میتونه در ایران به طور عادی و روتین کارشو انجام بده. همه یه دوره اومدن تحت فشار یه کارهایی رو انجام دادن، تحمل کردن سانسورها رو، فشارها رو، بعد بساطشون رو جمع کردن رفتن، اونایی که میتوانستن فیلمهای خوبی رو بسازن. یا در حوزه تئاتر یا در حوزه‌های مختلف، ما خیلی کم، یعنی یکی از نکاتی که خیلی جالب نشون میده که واقعا یک تمدنی وجود داره اینه که شما در آن واحد هم مولدان امروز رو داشته باشید و هم پیشکسوت‌ها رو در کنارشون داشته باشید، اونا هم بتونن همچنان باشند، دیده بشن، حرف بزنن، اثر تولید کنن. در همین مسئله موسیقی، در مسئله موسیقی اصولا موسیقی ایرانی که قبل از سال 57 تولید می شده اینها همه به دریا ریخته شده، یعنی اصولا وجود نداشته، همه رو سعی کردن از بین ببرن. در 14 دهه گذشته هم هر کی آمده و کاری کرده هی دوره به دوره اینها رو از خانه بیرون انداختن، گفتن نه شما نیستید، شما نباید باشید. چند نفر از پیشکسوتان مثلا تئاتر یا موسیقی یا سینما رو شما در طول یک سال میتونید در رادیو تلویزیون دولتی در ایران تماشا کنید، ببینید، بیان حرف بزنن؟ تقریبا صفر، به دلیل اینکه اینها اصولا جایی ندارن، اصولا نباید
این آجرهای هنر و فرهنگ و اینها در اینا چیده بشه روی هم. چون اگر چیده بشه روی هم در مقابل آنچه که روحانیت عرضه میکنه، خب این هم به یک در واقع مغازه‌ای تبدیل میشه. روحانیون تنها میخواهند خودشون در جامعه دیده بشن، اسلامگراها فقط میخوان اسلام رو عرضه کنن، چیز دیگری قرار نیست عرضه بشه. یه هنرمندی هم اگر مثلا در همین انتخابات گذشته دیدیم که یه آقای مثلا آقای تتلو که براش مشکل ایجاد کرده بودند و نمیذاشتن کار بکنه، خب تلاش کرد به یکی از این نامزدها نزدیک بشه تا برخی از محدودیت‌ها کم بشه. اولین صحبتی که باش میکنه این آقای رئیسی راجب آهنگ‌هایی است که این بابا قرار راجب امام رضا و امام حسین و اینا بخونه. هنر یعنی شما مثلا بیاید اگه خواننده‌ای باید مداح باشی، برای ائمه شیعه باید سرود بخونی یا برای آقای خمینی یا در مدح آقای خامنه‌ای. چیز دیگری به عنوان موسیقی اصلا اینها نه میفهمند و نه قبول دارند. چطور میشه بر مبنای اینها شما بیاید و تمدن درست بکنید؟ آنچرا که اسلامگراها اتفاقا امروز شاید 50 سال پیش کار سختی بود ادعای این حرف ها، اما بعد از تجربه طالبان، داعش، جمهوری اسلامی قشنگ میشه گفت که تمدن اسلامی یعنی چی؟ تمدن اسلامی یعنی مجموعه نهادها، فرایندها، سازوکارها و اعمال و تصمیمهایی است که داعش و جمهوری اسلامی و بوکو حرام و اینها گرفتن و اجرا کردن. تمدن اسلامی یعنی که شما حمله کنید به یک مدرسه دخترانه، حالا چه طالبان چه بوکو حرام، صدها دختر رو یا بکشید یا اینها رو ببرید و بهشون تجاوز کنید، بچه دارشون کنید به عنوان کنیز. یا داعش، تمدن اسلامی یعنی که برید مثلا مسیحی‌ها رو برده کنید یا ایزدی ها رو برده کنید. این تمدن اسلامی که امروز داره عرضه میشه دقیقا همین هاست و اینها در تاریخ اسلام البته ریشه داره، یعنی کارهاییست که در صدر اسلام این کارها انجام میشده، اینها از روی یک نسخهی دارن این کارها رو انجام میدند. خلاصه یه سخن این که تمدن مشهور به تمدن اسلامی که خاورشناسان و بعد هم اسلامگراها اینو ادعا کردن، این اصولاً اسلامی نبوده. اون چرا که ما داریم در تاریخ در مصر و در بخشهایی از مثلا سوریه و اردن و ایران و جای دیگه در مثلا آسیای مرکزی مشاهده میکنیم، اینها دنباله های تمدن ایرانی، تمدن یونانی، تمدن مصری و تمدن رومی بوده. اینها بعداً اسمش رو عوض کردند. این فقط تغییر نام هست، تغییر لقب، تغییر صفت هست. و نکته دوم این که آنچه را هم که امروز در دنیا به عنوان تمدن اسلامی اینها دارن عرضه میکنن، غیر از توحش و خشونت و نفرت و از میان بردن چیز دیگری نیست. ما محصول دیگری رو از کار اسلامگراها و روحانیون چه شیعه و سنی، پدیده‌های دیگری رو ما مشاهده نمی‌کنیم. نمی‌بینیم که اینها مثلا تلفن جدیدی رو ساخته باشن، کامپیوتر جدیدی رو ساخته باشن، تبلت جدیدی رو بسازن، یک مثلا ماشین لباسشویی جدیدی رو به جامعه بشری عرضه کنن. چنین چیزهایی رو ما از اینها مشاهده نمی‌کنیم. نهادهای تازه‌ای رو تأسیس کنن، مثلا در کنار فرودگاه یک نهاد تازه‌ای تأسیس کنن که میلیون‌ها نفر، صدها میلیون نفر از این نهاد برخوردار بشن. چنین چیزهایی رو ما در اینها ندیدیم. یعنی یه نهادی مثلا، یک مجموعه تأسیساتی امروز مثلا در دنیا هست به اسم بزرگراه. این بزرگراه‌ها ابتدا در امریکا ساخته شده، در کشور اروپایی ساخته شده و بعد هم در بقیه نقاط دنیا. اینا بگن کدام یک از این تأسیسات و نهادهای بشری که امروز بشر داره استفاده میکنه، اینها اومدن و به جامعه بشری عرضه کردند. خلاصه در واقع خلاصه بحث این است که ما تمدنی به اسم تمدن اسلامی نمیشناسیم. این یک برساخته پوچ و بی‌معنایی است که بخشی از خاورشناس‌ها برای مقوله بندی استفاده می‌کردند در یه دوره‌ای و بخش از اسلامگراها و مسلمان‌ها و روحانیون برای غرور و افتخارات بی‌پایه و اساس به اینها متمسک می‌شن. اون چرا که اسلام به جامعه بشری عرضه کرده و واقعا اسلامی محض هست همین شریعته. در واقع سبک زندگی جاری در
یک جامعه قبیلگی در 1400 سال پیش هست. لب لبابش این هست، یعنی آیه مطهری میگفت که اسلام سه تا پایه داره: اخلاق اسلامی، فقه اسلامی و کلام اسلامی. اولا اخلاق اسلامی و غیر اسلامی نداره. اگر هم در سخنان برخی از روحانیون و ائمه شیعه و اینا حرف هایی هست که مثلا دزدی نکنید، نمیدونم به همسایتون فلان کنید، حرفایی بوده که در طول تاریخ وجود داشته، چیزی نیست که اینا اختراع کرده باشن، اینا بخشی از اخلاق هست. منتها اینا چون حالا امام فلان گفته میگن این اسلامیه، وگرنه نه، اینا بخشش که درسته، بخشش هم که بی بی غلطه و نادرسته، اونا که اصلا اخلاق به حساب نمیاد. یعنی نه اخلاق اسلامی وجود داره و نه کلام اسلامی، اونم التقاطی است از برخی باورهای دینی با فلسفه یونانی. اون چرا که از اسلام واقعا اسلامی هست، فقه اسلامی است، که البته در مورد اون هم میشه گفت بخش قابل توجهش کپی برداری از فقه یهودی است، چون بسیار شباهت‌های خیلی زیادی وجود داره بین شریعت اسلامی و آنچه را که یهودیان در اون منطقه اجرا می‌کردن. خب پیامبر اسلام هم می‌رفته می‌اومده و اینها رو دیده و در کار خودش از اونها استفاده کرده. خب بخشش هم در جامعه عربستان در اون دوره رواج داشته. و نکته آخر این که تاریخ بشر در همین هفته گذشته یک اسکلتی رو پیدا کردن که متعلق به 300 هزار سال قبل هست. حدود 300 هزار سال جامعه بشری تاریخ داره و با مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده تونسته بناهایی درست کنه، روالهایی درست کنه که بتونه به حیات خودش ادامه بده. یعنی تاریخ بشر به همین 2000 سالی که انواع و اقسام ادیان آمدند محدود نمیشه. چطور میشه که در طول 300 هزار سال خدا مردمان رو رها کرده باشه، اونا به زندگی خودشون پرداخته باشن، بعد یک باره از 2000 سال 1400 سال پیش افرادی آمده باشن برای اینکه منجی باشن و جامعه بشری رو نجات بدن؟ بعدم جالب هست این دخالت ها معمولا در بیابان ها و صحراها صورت میگرفته، ادعاهایی که گفته میشه که بهشون وحی شده، موسی و حضرت پیامبر اسلام. اینها حرف هایی است که خب برای یه عده‌ای ممکنه که، یعنی خریدارانی پیدا کرده در طول تاریخ، اما واقعا آنچه را که دستاوردهای بشر هست اینها واقعا ربطی به اسلام یا این دین یا اون دین، که بحثایی که من میکنم صرفا حالا در مورد اسلام صحبت میکنم که در ایران مسئله هست، ولی با بحثای من عمومی تره، من مربوط به ادیان به طور کلی میشه. ما فلسفه مسیحی، اخلاق مسیحی، هنر مسیحی، هنر یهودی اینها نداریم. هنر بشری است، اخلاق بشری است، فلسفه بشری است، زمینی است، و اینها عناوینی است که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره تا جنبه واقعی. با این بحث من خاتمه میدم به برنامه چهارم از دوره 19 برنامه در غیر این صورت. تشکر میکنم از دوستانی که برای من مدام ایمیل میفرستن، سوال میکنن، پیشنهاد میدن. این کار رو ادامه بدید، با من در تماس باشید، با تلویزیون اندیشه در تماس باشید. ما از نظرات شما حتما برای بهبود برنامه ها استفاده میکنیم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، شبها و روزهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.